باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنام وصفوة الأنبياء الكرام المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الحجة ابن الحسن فداه أرواح العالمين واللعن الدائم على أعدائهم أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال مولانا زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين عليهما السلام: اللهم رب العالمين أسألك من الآمال أنفعها. تعجيل در فرج آغا و سرور من صاحب العصر و الزمان صلوات غرائي مرحمت بفرمايت. خدا جل و علا انسان رو به گونه خلق کرده که از یک جهت بتونه در این زندگی، در این دنیا بمونه، زندگی کنه، کار و کاسبی کنه، و از جهت دیگر بتونه از دنیا استفاده کنه برای آخرت. شما ببینید انسان هم ترس داره هم شجاعت داره. اگر اقدام و عمل کرد داشته باشه، عملگرا باشه، در جایی که باید خیشتندار باشه، این به شجاعت نمیگن، میگن تهور. و اگر در جایی که باید بره جلو بزنه به دل میدان، حالا هر میدونی باشه، میدون بزنس باشه، میدون رزم باشه، ایشون اقدامی نکنه، کاری نکنه، این میشه ترس. و اگر متوازن باشه، جایی که باید آهسته حرکت کنه، آسته بره، آسته بیاد، ایشون همین گونه عمل بکنه. و در جایی که باید از خودش شجاعتی به خرج بده، همین کار انجام بده، ایشون میشه عقلگرا، یعنی میشه شجاع فی المحل الصحیح و محتاط فی المحل الصحیح. بر همین قاعده بحث بیم و امید بنا نهاده شده. یعنی انسان برای اینکه بتونه در این دنیا زندگی کنه، هم بیم باید داشته باشه، هم امید. بدون امید که نمیشه. اون کسایی که میرن تو وادی مسائل روحی و مشکلات روحی و به خاطر اینکه خیلی نگرانی دارن، خیلی بیم دارن، شکاکن، وسواسن، ممکنه به حدی برسن که اصلا نمیتونن برگردن. شما دیدین یک کسی که میزنه به دل دریا، موج هی میبرتش به دریا میبرتش، اگه خودشو رها کنه، سعی نکنه برگرده به ساحل، به یک مرحله میرسه که نمیتونه برگرده، رفته، غرق میشه. این در اندوه و حزن و اون تصورات ناصحیحش احیانا غرق میشه، غرق در غم میشه، غرق در بیم میشه. در مقابل بحث امیده که انسان امید داشته باشه. حالا گاهی امید کاذبه، العمل الکاذب. این امید کاذب مثل این که انسان مثلا داره رو زمین راه میره، میگه آقا من دارم پرواز میکنم، دارم پرواز میکنم. حالا شب عید بد نیست حالا این مطلبم بگیم. یکی از کسایی که باش آشنا بودیم اومد به ما گفت، ایران بودیم، گفت سید علی من خیلی دوست دارم سفیر بشم. من به قد و بالاش نگاه کردم، دیدم بهش نمیخوره. حالا از رفقاش خیلی ساده است. گفتم دو راه داره. گفت چی راهاش؟ گفتم یک، واقعا بری دانشگاه و درس بخونی و پولیتیکس و سیاست و بعدشم کم کم بری و یک خلاصتا پارتی داشته باشی و بری جلو و بری داخل وزارت خارجه و یه جایی وقتی سفیری میشی. حالا اول میشی سفیر،
مثلا تو این کشورهای جنگ زده، بعد کم کم میری بالا همون جایی که به ذهنت میرسه. شاید گفتم یه راه آسون هم داره. گفت چی؟ گفتم بشین چشمتو ببند فکر کن سفیری. حالا فکر کنه سفیر واقعا سفیر؟ نه سفیر نیست، این امید کاذبه. این امید کاذب خطرش مثل بیم کاذبه. داری راه میری رو زمین، آقا من دارم پرواز میکنم. آقا کجا؟ آقا گلها رو نمیبینین؟ بلبل رو نمیبینی رو درخت داره چهچه میزه؟ آقا کو بلبل؟ اینجا فقط کلاغه، چیزی نیست، خشکه، سرابه. این امید کاذبه. ما باید خودمون رو متعادل بکنیم. حالا این مقدمه رو میخوام بیارم، میخوام وارد بحث حضرت زین العابدین علیه افضل الصلاة و ازک السلام بشم. ما باید متعادل بشیم که در روایت هم آمده هر کس بیم در دلش بیش از رجا باشه، این خاسره، باخته. هر کس امیدش بیش از ترسش باشه، اینم باخته. که در بعضی از تعابیر آمده حضرات معصومین فرمایه مثل دوتا بال باید با هم بزنه. آقا اگه ناهماهنگ بزنه پرنده، با هم نزنه این بالا رو، پرواز نمیکنه، میفته، نمیتونه اوج بگیره. با هم مولای اذا رأیت الى ذنوبی فزعت، خدایا اگه من نگام به گناهام بیفته اون هراسان میشم، ترسان میشم. و اذا رأیت کرمک طمعت، اما اگه نگام به کرمت باشه آقا واقعا طمع منو برمیداره که کرمت شامل شخصی حتی مثل من رو هم میشود. حالا حضرت زین العابدین علیه السلام چی کار کردن در جامعه؟ در یک وقتی که خیلی سخت بود و از عمه‌ای بودن که الحمدلله یه مقداری عمرم کردن، از اینکه 60 سال 57 سال به ابی هو و امی، اون کاری که حضرت کردن شما ببینید، اینجور نقل میکنن بعضی از تاریخ دانان که در ایام آخر زندگانی حضرت، حضرت هزاران برده داشتن که اینا به ظاهر اسمشون برده بود. ببینید حضرت بخوان درس بدن، مجلس درسی بدن در زمان حجاج ابن یوسف ثقفی، نمیذاره حضرت رو درس بده. چجوری حضرت درس بده؟ حضرت پول داشتن؟ بله. روش پولدار شدن سابق با الان خیلی فرقه. من یادم یکی از اساتیدمون اینگونه میگفت، میگفت اولین راه اقتصاد اینه حیازت. حیازت یعنی چی؟ الارض لله ولمن عمرها، زمین، زمین خداست، زمین کسی نیست، زمین دولت هاست، نه زمین خداست. آقا برو این زمینیو درست کن، مال خودت میشه، به کار مال خودت میشه. الارض لله ولمن عمرها. حالا یه قوانینی هم داره در اسلام، ولی اصل اینه امیرالمومنین کنه عمل کرد. یا اون 25 سالی که حضرت میگیم ما نشسته بودن تو خونه، خیلی کار کردن، زیر ساخت مدینه رو درست کردن، زیر ساخت بنی هاشم رو درست کردن، میرفتن زمین میکاشتن، زمین درست میکردن، چاه میکندن، اصلا آباد کردن مدینه رو. خب اینا قسمتاش به ارث و به دست حضرت زین العابدین رسیده بود. حضرت هم استفاده شخصی نمی کردن، نه میرفتن برده میخریدن. این برده ها مدتی در خدمت حضرت بودن، یاد میگرفتن، وقتی که یاد میگرفتن بعد آزادشون میکردن. خب میاد مثلا حجاج میاد میتونه بگه که آه چرا برده میخوریم؟ به تو چه؟ هم انقلاب بکنم؟ انقلاب که نیست، برده خریدن دیگه. برده میخریدن کمتر از یک سال هم، یک کورس فشرده، یک دوره فشرده اعتقادی معارفی فقهی بهشون یاد میداد، میگفتن بریم تو جامعه کار کنیم. به اونجایی رسید که بعضی از اون برده ها مستجاب و دعوه شدن. یه قصه ای داره، داستانی داره که خوشسالی شده بود و اینا و همه اومدن دعا کردن. یه برده گندمگونی هم رفته بود رو کوه و دعا کرد، یه کسی دید که این به دعای این بارون اومده، آمد خدمت حضرت زین العابدین، گفت آقا سعید بود اسمش، این آقا، آقا یک برده‌ای داریم من میخوام. حضرت فرمود هر برده میخوای بگیر، اصلا فروشی نیست، برای خودت بگیر. دید گفت نه یکی دیگه.
گفت یه دونه مونده. رفت بیرون و دید بله همین، و خیلی ناراحت شد. آمد بهش گفت چرا میخوای بین من و مولای من جدایی بندازی؟ آمد به حضرت عرض کرد، همون برده. حضرت فرمودن که ایشون دید دعای شما رو، سرت کشف شد. آقا رفت بیرون دعا کرد خدای جان من رو بگیر، من بدون مولام نمیتونم زندگی کنم. شما ببینید آمدن در جامعه مدینه، مدینه ای که پر از بغض اهل بیت بود، که در روایات داریم این رو عرض کنم، اهل مکه کافرن و با ما دشمنن، 70 برابر بدتر اهل مدینن. چرا؟ این روایت ها. چرا؟ چون که اهل مکه از اول گفتن آقا ما می جنگیم با شما، اهل مدینه گفتن آقا بیان پیش ما، ما به شما مأمن میدیم. حضرت زهرام در خطبه مبارکشون بیشتر با اهل مدینه صحبت کردن، با انصار صحبت کردن تا با مهاجری، چون که مهاجری معلوم بود عده ازشون منافقند و قصد جنگ دارن با رسول الله، اما اهل مدینه گفتن آقا بیا پیش ما، امنیت دادن برای حضرت. آخرش دختر حضرت رو هم کشتن. حالا این اهل مدینه رو چجور حضرت میتونن باشون معامله کنن؟ نمیتونن برن بشینن درس بگن. یک جامعه ای که تمام امیدش رو از دست داده بود، شده بود جامعه پوچ. یعنی شما فرض کنین یک دیوانه خونه انسان داخل بشه، یک جایی که همشون دپرسن، همشون افسردن، همشون ناراحت، یعنی سر یه خورده 2 درهم بالاست 2 درهم پایین، دعوا میشد، چاقو کشی میشد، یک وضعیتی بود. این مدینه رو حضرت در دست گرفتن، ساختن به صورتی که وقتی حضرت شهید شدن صلوات الله و سلام علیه، عده زیادی آمدن به تشییع حضرت. خب چی شد؟ از اون وقتی که حضرت آمدن فرمودن 20 نفر نیست تو مدینه که ما را دوست داشته باشه. از اون وقتی که عده از بنی هاشم بلد نبودن خوب نمازاشونو بخونن. یه همچین وضعیتی بود، یه همچین خفقانی بود. اینجور مدینه رو عوض کن. از چه راهی؟ از راه امید. امید به چی؟ و از چه راهی این امید رو منتقل کردن به مردم؟ از راه دعا. شاهکار حضرت اینه. تعبیری که از مراجع میگفتم، ما 3 کتاب داریم که هیچ شکی درش نیست. 1 قرآن، 2 نهج البلاغه، 3 صحیفه سجادیه. حتی پیش بنده خیلی از کتابا بازم شکی درش نیست، ولی حالا شون با احتیاط فرمودن. این صحیفه سجادیه اسمش دعاست. چون این دعا چیه؟ اسمش درخواسته، به من عطا کن، ولی در حقیقت دانشگاهه. یعنی ما رو تربیت میکنه، رابطمون رو با خدا درست میکنه، با پدر مادر درست میکنه، با همسایه درست میکنه، با فرزند درست میکنه، با دشمن درست میکنه، با دوست درست میکنه، با امام زمانمون درست میکنه، با نفسمون به ما آگاهی میده چجوری با نفسمون برخورد بکنیم، با هوا و هوس رانیمون چجوری برخورد میکنیم. یک دانشگاهیه برای خودش. ما یه استادی داشتیم مشهد به نام عالم ربانی، مرحوم امیرزا جلال مروارید، علامه امیرزا جلال آقای مروارید. ایشون خیلی میرفتیم پیشون، 5 سالی خدمتشون بودیم. خیلی انس عجیبی با صحیفه سجادیه داشتن. شاید اون وقتایی که ما میرفتیم پیشون از 85 سال بیشتر عمر داشتن. حفظ بودن صحیفه سجادیه رو، حفظ بودن. یه سر میگرفتن، از یک سر دعا میگرفتم جور میخوندن، علا که حولت و عمره، علا که بر سنه. این صحیفه سجادی خیلی مهمه، خیلی. ما حالا بیاییم بگیم آقا بچه هامون آشنایی پیدا کنن با صحیفه، خودمون مگه آشنایی داریم؟ واقعا ما تمام صحیفه سجادیه رو خوندیم به عمرمون ولو یک بار؟ خب چرا؟ در روز عرفه ما دعای امام حسین سید الشهدا رو میخونیم، خیلی هم مهمه.
حضرت زین العابدین دعای روز عرفه نیز دارن و خیلی هم مهمه و یک مطالبی در این دعا یاد شده که جای دیگه پیدا نمی کنید، کما اینکه یک مطالبی در دعای امام حسین هست که جای دیگه پیدا نمی کنید. مثلا در دعای حضرت زین العابدین به خاطرم هست بارها و بارها حضرت ما رو متوجه به امامت امام زمان میکنن. این چیزیه که موقعیت امام زمان، جایگاه امام زمان چقدر مهمه. شما ببینید بردارین صحیفه رو از اول تا آخرش، دعاهایی داره که انسان میزه، دعاهایی داره که بهت امید میده، وقت امید حقیقی. آ کجا رفتی؟ چرا غرق غمی؟ چرا غرق اندویی؟ چرا غرق ماتمی؟ وقتی که خدا داری. دعا یعنی چی؟ یعنی خدایا من بریدم از همه جز از تو. آیا کسی بره به خدا این مطلب رو بگه؟ خدا هم که کریم است با چجوری برخورد میکنه؟ بگه بیا آقا بیا، من تقدم الیه شب تقدمت الیه باع، یه وجب بیا، من یه متر میام جلو، من میام. مشکل داری، داغونی، پدرت در اومده، راه چاره ای نداری، مریضی، مریضداری، بی پولی، اصلا با خودت درگیری، خود درگیری داری، از خودت بدت میاد، برو پیش خدا. این بود که امید حقیقی رو حضرت نهالش رو در دل اهل مدینه و در دل جهان اسلام کاشتن. یعنی شما حساب کنید الان یه کسایی که افسردن میرن دکتر چیکارشون میکنه؟ دو روز افسردگی میده. یه شهر افسرده بوده، حضرت دارو ندادن، دعا دادن. چون که دارو بالا پایین داره، با یکی میسازه با یکی نمیسازه، اما دعا با همه میسازه، با همه میسازه. وقت انسان وقتی دعا میکنه خیلی مطلب خیلی رفته جلو. در روایت داریم الدعاء مخ العباده، مغز عبادت دعاست. چرا؟ چون که دارم عرض میکنم خدای من که نمیتونم، تویی که میتونی، تو میتونی نجاتم بدی، من که به خودم امید ندارم ولی تو میتونی. اصلا با بحث دعا افسردگی معنا نداره، ترس معنا نداره، امراض روحی معنا نداره. یادم یه وقتی که از رفقا به من گفت که شما حالت پنراید داری، گفتم بر قبول دارم، من احیانا نگرانی دارم. گفتم ولی من یه چیزی دارم. گفت چی؟ گفتم مثلا من دارم سفر میکنم، حالا مثلا کار، زندگی، بحث، بعض وقتا انسان سفر میکنه بچه هاش مریضن، همین مسائل هست. گفت ناراحتی؟ فکر گفتم نه دیگه، ما دیگه پاسپورتو که برمیداریم میگیم به امان الله، ما هم به امان الله دیگه، ما که خدا نیستیم، او بلده. گفتم توکلم دارم، علاج این حالت نگرانی توکله. حضرت امیر علیه السلام میفرمه اذا خفت شیئا فقع فیه. از چیزی میترسی خودتو بنداز، خودتو بنداز جلو، با توکل به خدا. وقت میان حضرت، نه فقط دعا رو میارن. خب ببینین من میگم دعا، نه مثلا بگه آقا من مریضم، درمان، دکتر. خب درسته، خب کدام دکتر، کدام بخش، کدام مطلب؟ آقا مشکلت چیه؟ همونجا بیا بهت بگم. ناامیدی بیا بهت بگم. آقا احساس میکنی خیلی وسوسه میشی، صدا میشنوی، نمیدونم چی، آقا حرز داری، آقا بیا بهت بگم. از صحیفه سجاده بهت بگم. آقا من خیلی وسوسه میشم، واقعا دلم نمیخواد، واقعا دلش نمیخواد گناه کنه، نعوذ بالله، چشم چرون، آقا من وسوسه میشم. آقا بیا بهت بگم، تو صحیفه سجاده هست. هی احساس میکنم وسواس خناس داره وسوسم میکنه، نمیخوام، بیا بهت بگم. خدایا ما که شیطان رو ترک کردیم، حال ترجمه عباراته، آیا سزاواره که شیطان رو ترک کردیم به خاطر تو؟ بعد تو ای خدا ما رو در بر نگیری، فتکون قد اشقیت من استسعد بک. اگر این گونه عمل کنی خدا، که سزاوارم نیست این گونه عمل کنی، به اون کسی که به تو امید بسته او رو شقی میکنه
ولی این از صفاتت نیست خدا. خیلی مطلبه. والله کوهی از علم زیر این عبارت. فرحمنا اذ طرحنا انفسنا بین یدیک. خدای به ما یک ترحمی بکن، حالا که خودمون انداختیم. دیدین بچه وقتی یه چیزی میخواد اهم میگه بابا جان بیا نمیدونم چی اینا، اهم خودشو میندازه رو زمین. طرحنا انفسنا بین، آقا ما خودمون انداختیم جایی نمیریم دیگه، همینجا هست. خیلی عبارت عمیقیه، خیلی معنا داره. خب این امید بخشه، امید بخشه. این ببینید یک جامعه آماده میشه، شما ببینید شاهکار حضرت زین العابدین، یک جامعه رو آماده کرد که حضرت باقر العلوم بیان، شکافنده علوم بیان و افرادی را بر فقه، بر تفسیر، بر ولایت، بر اخلاق تربیت کنن. کی این کار رو کرد؟ کی این زمینه رو انجام داد؟ حضرت زین العابدین صلوات الله و سلام علیه. من احیانا تأمل میکنم در کارهای حضرت زین العابدین، میبینم ابدا گزافم نمیگم کمتر از کارهای امام حسین نیست صلوات الله و سلام علیه، ولی خب حضرت در میدان جنگ به ابی هو و امی، حضرت زین العابدین هم در میدان دعا و دعاهای مرتب. آقای سن یک نفر میاد پیش من سردرد داره، من بهش دعا میدم. دعای چی میدم؟ مثلا دعای رزق میدم. آقا این که سردرد داره، این که نشد علاج. نه، دعایی که به درد من میخوره، دعایی که درد من رو درمون میکنه. داشت شما ببینید، حالا تصمیم بگیرن رفقا، عزیزان، برادران، خواهران، مخصوصا خواهران، که من خیلی میشنوم از خواهران به ما میگن که آه من نگرانی دارم، من نمیدونم استرس دارم، من دپرسم، من نمیدونم چی، دنیا همش با من چپ شد. آه دنیا به تو چه کار داره؟ دنیا دنیاست، داره میچرخه دیگه. دنیا برای همه، ما ظاهر افراد همه غم داریم، همه هم خوشی داریم. اگه توجهت به غمت شد، آه 20 سال پیش فلانی دیدم عجب حرفی زد، تا الان زخمش تو دلم نشسته. آه چی شد؟ شمشیرم خورده بودی تموم شده بود. ولش کن بره، ولش کن، امیدت به خدا باشه. وقت با این امید، امید راستین، اللهم انی اسالک من الامال به اوفقها. آخه گاهی امید، امید دروغ هم هست. از یک کسی میاد اینجا تو این کشور و میگه بله من آمدم انشاءالله مثلا در عرض 10 سال، من حالا زبان انگلیسی هم بلد نیست و اینا، میگه من نخست وزیر میشم و بله نصف کامرارم میخرم و بعدش هم میرم سراغ تازمانیا احتمالا بگیرم و استقلال. خواب دیدی خیره، بیا آقا بهت یه چای بدم بیدار شی. این امید دروغینه. اما امید راستین فرق میکنه. امید راستینه که انسان رو نمیذاره بره رها بشه، بیفته در آغوش چی؟ تاریکی های امراض نفسانی. اشکال نداره یه خوردم حضرات معصومین علیهم افضل الصلاة والسلام بعضی از دکترا رو بیکار بکنه، مثل روانشناسا. حالا شما هر روانشناسی رو پیدا کن، برو پیشش، هیچی تم اگه نباشه یک مشکلی برات پیدا میکن. بله واضح هست، من تا دیدمت این مسئله. آقا بیا برادر من، من دیشب خوب نخوابیدم. نه آقا صحبت، خوب نخوابیدی؟ چرا خوب نخوابیدی؟ تو واقعا وقتی به یک روانشناس گفتم که من شنیدم که هر روانشناسی مشکل روحی داره، گفت مطلبت صحیح هست و غلط. گفتم چرا؟ گفت نه هر روانشناسی مشکل روحی داره، هر کسی که مشکل روحی داره میره روانشناس میشه. گفت این ثابت شده. گفتم از اون وره. گفت بله مطلبت صحیحه ولی از اون وره. آره حالا خلاصا اینه، نه بیکار بشه من چه، آقا یه کار دیگه خدا براش درست کنه. من باید امیدمون به خدا باشه، به حضرات معصومین باشه، به دعا باشه، به دعا باشه. حضرت هادی علیه افضل الصلاة و ازک السلام، یعنی مثبتگرا باید باشه، مثبت نگر باید باشه. وقتی بردنش سامر را، خب سامر را رفتین الحمدلله بیشترتون، خیلی هواش جالبه، آبش هم خوشه. فرمون انی احب سامراء لعذوبة مائها و نقاء هوا. آقا شما رو اردن زندان.
آبش خیلی شیرینه، هواش خیلی خوشه. آخه دیدین هوای عربستان، هوای جای عزیزان خالی، ما حرم مدینه مشرف شدیم دو ماه پیش، رفتیم حرم، آمدیم بیرون دیدیم نمیتونیم راه بریم، یه دفعه طوفانی شد اصلا نمیتونست سر راه بره، این گلوله بارون میامد، سیل شد در عرض نیم ساعت. غبارآلود اونجا غبارآلود نیست. این مطلب رو نگاه میکنن، این میشه مثبت نگر، مثبت گرا. حضرت صادق مریض الحال بودن، نشسته بودن، یکی از اصحاب آمد تا حضرت رو دید نشست زار زار گریه کردن. فرمان چرا گریه میکنی؟ گفت آقا شما اینجا، حالا شاید روز عیدی بوده، اون سلطان چجوری و شما اینجا؟ حضرت فرمان نه، این غذامو ببین، میوه ها رو، این لباس رو ببین چقدر نرمه. بعد فرمودن اما لو ان قد قام قائمنا عجل الله تعالی فرجه الشریف فليس الا الله اللهم صل على محمد. ما اهل مشهدی، این حدیث از امام رضا عرض بکنم، به احترام حضرت هم یک صلوات دیگه ای بعد میفرستیم. و حضرت هر وقت اسم حضرت رو، حجت رو به این نام میوردن، می ایستادن رو انگشتاشون، دستشون رو بالای سرشون میذاشتن. رحم الله من ذکر القائم من آل محمد. کجای کار بودی؟ صلوات سوم رو قراتر بفرستی. باز روایت داریم میگه اگه چیزی رو فراموش کردی صلوات بفرست که یادت بیاد. ما تا صلوات فرستادم یاد آمد. حضرت فرمودن نه، اگر حضرت بیاد فلیس الا الجشم واللبس الخشن و الا فالسیف. حضرت اگر بیان فکر 313 تا که بیان، بله دیگه پرواز اختصاصی و نمیدونم لب ساحل و این نیست. نه این نیست، آرامش هست، آسایش نیست، فرق داره. حضرت که میخوان مردم بیان دنیا گرا کنن، عبد الدنیا کنن، میخوان عبدالله کنن، آرامش هست. یعنی دیگه پول اون ارزششو نداره. دیگه حالا یه وقتی یه دفعه میرن دنبال بیت کوین، خیلی مهمه، یه دفعه میرن بیت. اوایل کرونا یادمه قیمت بیت کوین رو دیدم، حالا غیر از اینکه ما از جهت شرعی هم اشکال داریم بر این نوع معاملات، میبینیم خیلی عقلایی نیست، بیشتر آقایون فقها هم فتوا بر علیهش دارن، البته عده هم هستن که قبول دارن. دیدم بیت کوین شد 36 میلیون تومان اون وقت، اصلا گفتم میمیره این. حالا وقتی که 36 میلیون تومان بود، اگه یک کسی میرفت 100 تا 360 میلیون تومان میخرید، الان چی بود، کجا بود؟ اگر البته نمی‌دزدیدن ازش، و اگر و اگر و اگر و بله. خلاصتاً آمدن حضرت و کار را به نحو احسن انجام دادن و ابی هو آمین. حالا این یک زاویه، یک جنبه، اونم اجمالاً عرض کردیم. جنبه‌های دیگه‌ای داشتن حضرت و مطالب دیگری داشتن و واقعاً واقعاً شاهکاره کار حضرت، که اهل بیت به کتاب صحیفه سجادی میگن زبور آل پیغمبر، زبور این، چون که زبور مزامیر و زبور معروفه دیگه، مزامیر داوود که داوود وقتی میخوند خیلی ترنم میکرد و با صدای خوش میخوند و دعا بود، این زبور و خیلی بالاتر از زبور داووده، خیلی. بعد ما قدر نمیدونیم، ما قدر نمیدونیم. حالا یک کسی که مثلا از کره شمالی بیاد به این مملکت، کره شمالی که دیگه هر وقت اسم اون بنده خدا رو باید بیارن، بعد همه وایسن دست رو سر و حالت رکوع، بیاد اینجا آزادی ببینه، اینا چقدر ارزش آزادی رو میفهمه. و یک کسی که اینجاست هیچ مشکلی نداره، میره میخواد بانجی جامپینگ خودشو بندازه، میگه من ادونچر دوست دارم. آقا اون فرار کرده، شما میخواد خودتو به خطر بندازی، این ارزششو نمیفهمه. او ارزششو میفهمه. ما صحیفه سجادیه داریم، کو؟ آیا در خونه های ما هست؟
آیا میخونیم؟ من رفتم حرم آقا ابی عبدالله الحسین، هی گشتم صاحب سجاده پیدا نکردم. یکی از خدام رو دیدم، گفتم شخصیت دوم کربلا کیه؟ هی پاشد بگه ایشون. گفتم حضرت العابدین. گفتم کو کتاب صحیفش؟ گفت هست. گفتم بریم. آقا اینقدر گشت پیدا نکرد. گفتم آقا نمیشه این حرف، حرم امام حسین صحیفه سجادیه نیست؟ اما اگه میشه حرم حضرت عباس هست، همیشه از وقتی میبینید داخل پیش زریح اون طرف هست صحیفه. گفتم حرم امام حسین باید پر از صحیفه سجادیه باشه، کما اینکه حرم امام‌المؤمنین باید پر از نهج البلاغه باشه، به زبان‌های مختلف، به 100 تا زبان، به 200 تا زبان باید باشه. باید باشه. صحیفه سجاده باید به زبان‌های مختلف باشه. والله یکی از شاگردامون تو این حوزه انگلیسی، جون دمارتا، ایشون شیعه شده، اهل انگلستانه. یه روزی مسیج فرستاد که من آمدم مشهد. من نمیدونم اصلا خانم آقا شو که ما از راه اینترنت باش ارتباط داشتیم. با این حال گفتم با خانواده پاشیم بریم، شاید خانم در اومد که شما هم باشی. و رفتیم دیدیم بله یه خانمیه، یه خانم جوونیه. گفتم چی شد که شما شیعه شدی؟ گفت من اول مسلمون شدم. حال در یک کشوری هم زندگی میکرد، نمیخوام خیلی تفاصل بدم. اول مسلمون شدم، بعد یه آقایی بود اونجا، یه روحانی بود، یک سید جلیل القدری بود، یک مشکلی پیدا کردم رفتم پیشش. مثل که ازدواج کرده بود این خانم با یک شیعه، مشکل پیدا کرده بود، رفته بود پیش آن آقا و این آقا منصفانه کارشو حل کرده بود. یعنی نه اینکه حالا اون طرف ماست، دید اون مثلا مظلومه، منصفانه کارشو رفع مشکل کرده بود. گفت یه روزی زنگم زد، ماه مبارک بود. گفت خانم فلان. بله. گفت شما تا الان مثلا حالا 5-6 سال مسلمون شدی، سنی شدی، میری مسجد سنی ها، ماه مبارک میرم مسجد دیگه. گفت امسالو بیا یک تجربه جدیدی داشته باش. گفت چکار کنم، وقت ما هم گذشت. گفت بیا برو مسجد شیعه ها. گفت باشه. گفت رفتم مسجد شیعه ها، شب قدر دعای ابو حمزه ثمالی میخوندن. گفت شنیدم همجور. گفت یک مسجدی رفته بود که مثلا ترجمه هم رو این تلپرانتر ترجمه رو میذاشتن. گفت هی میخوندم. چیه؟ گفت رفتم خونه سرچ کردم در آوردم. گفت تا صبح خوندم، چند بار خوندم. بعد میگه با خودم صحبت کردم، گفتم How a creation of God can talk with him like that. چجوری یک مخلوق میتونه اینجوری با خدا قشنگ صحبت کنه؟ الهی لا تؤدبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک. خدایا میخوای من ادب کنی به عقوبت نباشه. خدایا من مکارم، تو از راه حیله با من وارد نشو، تو مکر منو به مکر جواب نده. آقا گفت همین جرقش بود، یه دعای ابو حمزه ثمالی. وحش ببین ما چقدر کوتاهی داریم در حق جهان، در حق عز العابدین. خودمون نمیخونیم که هیچ، تبلیغ امام زیل عابدی نمیکنیم که هیچ، صحیفه سجادی حالا یک ماه مبارکی بشه دعای ابو حمزه، یا دعای ابو حمزه از جمله دعاهای صحیفه سجادی نیست، یک دعایی مثلا اینا. حالا یک کسی یک دعای عافیت، مثلا مریض دعای عافیت میخونه، حالا پول میخواد دعای رزق بونه، حالا قرض داره دعای مثلا داره برای رزق، برای رزق چیز بکنه. من یادمه تو ایامی که با داعش میجنگیدم میگفتیم ما که نرفتیم اونجا، رفتم حرم امام حسین دعای اهل ثغور خوندم برای مجاهدین، دعای برای همسایه، دعای مفصل حضرت داره برای همسایه. چقدر آهاست، چقدر بزرگواره، چقدر عظیم و شأنه، چقدر این امید بخشه، چقدر دانش و علم و معرفت در این کتاب، چقدر. والله من یقین دارم هر کس این کارو کرد نرسید به نتیجه، بیاد به من بگه. هر مشکل روحی داشته، هر مشکلی داشته باشه، از اول صحیفه سجادیه بگیر بخون با تأمل. عرب نیستی فارسی بخون، فارس نیستی انگلیسی بخون، با تأمل بخون.
وقتی رسیدی به آخرش ببین فرق شد یا فرق نشد. دید داغونت کرد دوباره پای ریزیت کرد و بالات برد. دیدیم بعضی ساختمان ها فایده نداره دیگه، میگن کاگله چیکارش میکنن؟ داغونش میکنن دوباره یه چیزی مشید مرتب بالا. والله این کارو میکنه، بهت امید میده. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم میفرماین الامل رحمت لامتی، امید رحمت برای امت من. بعد فرمودن اگر این امید نبود مادری بچهشو شیر نمیداد. سب به امیده، به امید این که بزرگ بشه. حالا دختره داره شیر میخوره، پنج روزش میگه انشالله عروست میکنم، اون مثلا پسره انشالله برام نون میاری، آه خانم همه گیسوت سفید میشه تا به اون مرحله برسه، اگرم برسه. امیده دیگه این. شما دارید به چه عنوانی داری اینجوری صحبه؟ امیده. فرمایش رسول الله انشالله که زیر سایه صحیفه سجادیه باشیم، امیدمون بسته باشه به امید صحیفه سجادیه. بنده پیرامون حضرت عباس صحبت نکردم، اگر جناب آقای اربابون اجازه میده من دو دقیقه صحبت کنم، یک کلمه میگم، یه عرض ارادت. اینم گفتم، بنده به شاگردام گفتم، گفتم اهل بیت دنبال این نبودن که ابن عباس تربیت کنن. ابن عباس ابن عباس دیگه، حبر الامه، خوبه. ولی احیانا میمد به امیرالمومنین عرضه میداشت، یا امیرالمومنین حالا معاویه رو نگه دار. امیرالمومنین نشسته بودن گفتن 100 نفر میان با ما بیعت میکن، ابن عباس دست رو دست زد. آخ چرا فرمودن 100 نفر؟ اومدیم 99 نفر اومدن، واقعا هم 99 نفر اومدن. گفت حالا مردم شک میکنن. آقای ابن عباس صبر کن. ناگهان فارسی آمد و اویس قرنی بود و 100 نفر بود و قصه داره. اهل بیت دنبال این نبودن ابن عباس ها تربیت کن، اهل بیت عباس تربیت میکنن. شما از اول مسیر امام حسین تا روز شهادت حضرت عباس، روز عاشورا، ببینین یه جا حضرت عباس نفسی زده، اشکی ریخته، کل جندی بین یدی القائد. حضرت سید الشهدا غش بکنن برن بیان، حضرت عباس نه، حضرت عباس در لشکره، مال غش کردن تو میدان نیست. اهل بیت میخوان عباس وار ما زندگی کنیم، عباس گونه زندگی. البته ما نمیدونم درجات، ولی لااقل سعی کنیم که اینجوری مطیع اوامر حضرات معصومین باشیم. هذا و استغفر الله لی و لکم و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا